چه کسی آفریننده آفریدگار است؟ معمولا زمانی که مردم در مورد خلقت فکر میکنند، تفکرشان به جای میرسد که در مورد خالق هستی فکر میکنند و سپس از خود میپرسند چه کسی خالق هستی را خلق نموده؟ چون شیطان همیشه در صدد مشغول ساختن ذهنشان با چنین سوالات است. از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید مردم از سوال کردن دست بردار نمیشوند تا اینکه میگویند الله خالق همه چیز است، پس چه کسی الله را خلق نموده است؟ یک سوال زیرکان شیطانی که اکثر مردم را به تردید می اندازد. پس خالق وجود دارد، حال باید گفت ببخشید این خالق از کجا شد؟ این پرسشی است که اکثرا پاسخی برایش نشنیدم. در روایت دیگر ابو هریره رضی الله عنه نقل می کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید شیطان نزد یکی از شما آمده و می گوید چه کسی آسمان ها را خلق کرد؟ در جوابش می گوید الله متعال، و سپس می پرسد چه کسی زمین را خلق کرد؟ و دوباره در پاسخ می گوید الله متعال، و سپس می پرسد چه کسی الله را خلق کرد؟ و بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اگر فردی از شما در ذهن است چون این تفکر پیدا شد، باید بگوید به الله و رسولش ایمان آوردم. این بدان معنی نیست که اسلام برای این پرسش پاسخی ندارد، بلکه بدین معنی است که هیچ فردی باید به این تفکر نباشد که برای الله متعال خالقی است. به خاطر داشته باشید اسلام برای هر پرسش پاسخ دارد، پس اگر کسی از شما چنین سوال کرد مانعش نشوید، چون هر فردی حق دارد تا در مورد دین مقدس اسلام بداند. پس اگر پرسید چه کسی خالق هستی را خلق نموده، سوال دیگر پیدا می شود که خالق هستی را کی خلق کرد، و سپس سوال دیگری خالق هستی را کی خلق کرد، و این تسلسل تا بی نهایت ادامه خواهد داشت. این یک نقطه مقدماتی در فلسفه علم است. فرض کنید گروهی از فضانوردان در عقب مهتاب یک دستگاه بزرگ را پیدا می کنند که به واسطه کیهان نوردان امریکا و روسیه جاگذاری نشده باشد. بهترین توضیح برای این دستگاه چی بوده میتواند؟ خب مشخصا این کار یک قدرت ماورای زمین میباشد که چنین دستگاهی را در آنجا جاگذاری نموده است، و شما توضیحی برای این ندارید که این قدرت ماورای زمین کی است یا از کجا آمده، و یا این که چگونه آن دستگاه با آن تنظیمات در آنجا جاگذاری شده تا بتواند دلیل این طرح خارق العاده را به خوبی شرح دهد. برای اینکه یک توضیح من حیث بهترین توضیح شناخته شود، نیازی به این ندارید که برای این توضیح دیگری داشته باشید. چون این چیزی است که شما را به سیر برعکس از توضیحات سوق می‌دهد. شما برای یک توضیح نیاز به دلیل خواهید داشت، اما برای اینکه این دلیل من حیث بهترین دلیل شناخته شود، شما نیاز دارید که برای دلیل این دلیل دلیل بیاورید، و سپس دلیل برای دلیل 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 آن. با این وصف قادر به توضیح هیچ چیزی نخواهید بود. اگر شما بگویید دلیل دلیل به وجود آمدن کائنات چیست، پس بیایید که ادامه بدهیم. دلیل 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 به وجود آمدن کائنات چیست؟ بیایید باز هم ادامه بدهیم. دلیل 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 به وجود آمدن کائنات چیست؟ بیایید ادامه بدهیم. دلیل 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 چیست؟ و این به همین گونه به طرف عقب ادامه خواهد داشت، تا اینکه در یک نقطه باید یک دلیل داشته باشیم که نیاز به دلیل نداشته باشد. در غیر این صورت هیچ چیز امروز وجود نمی داشت. یک بار به یک رشته دامینو مهره هایی که چیده شده است فکر کنید. شما یک مهره دارید که بالای مهره دیگر می افتد، و آن بالای دیگری. من مجبور هستم که مهره اولی را داشته باشم، در غیر آن این رشته هیچگاه شروع بریختن نخواهد کرد. پس اگر این سلسله تا بی نهایت باشد، یعنی که خاتمه ای در کار نیست، و این چیزی نیست که یک عقل سالم آن را قبول کند، و یا در الفاظ ساده تر اگر خالق کائنات آفریننده ای می داشت، پس خالق گفته نمی شد. در حقیقت آفریننده ای وی خالق اصلی می بود، و الله متعال در سوره اخلاص می فرماید به نام خداوند بخشاینده و مهربان، بگو او الله خدای یکتا و یگانه است، الله همان پروردگار بی نیاز مطلق است، نه کسی فرزند اوست و نه او فرزند کسی، و کسی همتا و همگونی او نمی باشد. بناهن باید خالق مطلق فرزانه و ابدی وجود داشته باشد که با قدرت مطلق خود دلیل برای به وجود آمدن همه هستی باشد، و او کسی دیگری نیست جز الله متعال.